سلام شما دوستان عزیز، امیدوارم که زندگیتون پرمعنی باشه در روزهای سختی که در کشورمون میگذرونیم. توی شرایط فعلی ما یکی از چالش‌های خیلی جدی این هستش که خب ما یک کسب و کاری داریم، اما فضای کشورمون کاملا تغییر کرده و بسیاری از افراد به هم ریختن. خب خیلی گفتن آقا ما روشمون مثلا اینستاگرام بود، الان تو اینستاگرام نه مردم اونقدری دسترسی دارن و نه میشه کسب و کار پیش بود. به هر حال ما داریم خرج زندگیمون رو میدیم، دوا دکترمون هست، اجاره خونمون هست، حقوق کارمندا هست، همه این پیچیدگی هایی که وجود داره و اینکه بگیم که خب دیگه همه چیز رو بی خیال که واقعا شدنی نیستش. از این جهت من خواهش کردم از یکی از دوستان خوب و نازنینم، جناب آقای دکتر محمد مهدی روحانی عزیز، که ضمن اینکه حالا در حیطه کسب و کار تحصیلات خودشون رو گذروندن، تجربیات کارآفرینی خیلی زیادی دارن، یه کوچولو راجبشون جستجو کنید، کلی اطلاعات به دست میارید از مجموعه هایی که دارن و اینها، و به عنوان یک بیزینس کوچ فعالیت میکنن. و خب من که میدونم هر بیزینس کوچ بودن برای ایشون منفعت و آورده مالی نداره و بیشتر اون حس مسئولیت هست، و با توجه به پروژه های اقتصادی که دارن میدونم طبیعتا مثلا دیدگاه این هستش که کمک بکنن به جامعه، و بسیار خوشحالم که در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. با عرض سلام، ادب و احترام و فروتنی محضر شما، بینندگان و شنوندگان ارزشمند برنامه شما. امیدوارم مطالبی رو که در واقع فکر میکنم حدود یک ساعت آینده در خدمتتون باشم و ارائه بدم، کمک کنه به کسب و کارهای کوچک، متوسط و کسایی که شاید تو این روزا امیدشون رو از دست دادن. من در خیلی عالی، ممنونم از شما، سپاسگزارم. خب وقتی میگیم کوچیک و متوسط منظورمون چه تعداد آدمه؟ یعنی من از کجا بدونم آیا مناسبه؟ اگر من خودم یه پیج اینستاگرام داشتم الان میتونم، صحبت شما میتونه به من کمک کنه؟ اگر یه شرکت 50 نفره دارم میتونه کمک کنه؟ یه دیدی بهمون بده. من فکر میکنم ما برای تغییر احتیاج اول به اتیتیود داریم، یعنی نگرشمون باید تغییر کنه. تو که میدونی ما تغییر سه گام داره: تغییر در نتایج، تغییر در فرایندها و تغییر در نگرش ها. صحبت من الان این که ما نگرشمون رو تغییر بدیم در شرایطی که اقتصاد کمی تغییر کرده، شرایط اجتماعی تغییر کرده و از همه مهمتر شبکه‌های اجتماعی. این موضوع خیلی مهمی که ما درک کنیم در شرایط جدیدی در کسب و کار در ایران هستیم. این به ما کمک میکنه کسب و کارمون رو بهبود بدیم. حالا این صحبت ها میتونه برای کسب و کارهای کوچیک کوچیک کوچیک، یعنی یک نفر یا دو نفر، 5 تا 10 نفر، زیر 50 نفر و 100 نفر و زیر 1000 نفر هم مثمر ثمر باشه. خیلی عالی، ممنونم از شما. پس ما قرار هستش که نگرشمون تغییر کنه. شما فرمودید بهبودی کسب و کار، من میخوام نظر خودم رو بگم، حالا نمیدونم شما با من موافق هستین یا خیر، اما اینکه شاید ما تو این شرایط بتونیم ضربه کمتری هم بخوریم، باید کلامونو بندازیم هوا. یعنی یه سری کسب و کارا کلا دارن نابود میشن. من به جای اینکه حالا بگم نابود که نمیشم هیچی، مثلا درآمدم بشه 70% درآمد قبلی، هم خودش یک موفقیت بزرگه و یک اتفاق خوبه. حالا بماند که برخی کسب و کارا میتونن بعد از این شرایط یک جهشی هم برای خودشون ایجاد بکنن، ولی من میگم فهم کنم، حالا لزوما نگیم بهبود به معنی این که مثلا شاید از قبل بهتر بشم، که کمتر ضربه بخوریم هم خودش یک موفقیته. نظر شما چیه؟ من معتقدم، یه عبارتی دارم میگم، تو صحنه رو خالی نکن، 50% راه رفتی. خیلی ها الان دارن صحنه رو خالی میکنن. من معتقدم در شرایط اقتصادی این روزها میشود دوام آورد. من از کلمه بهبود به این دلیل استفاده می‌کنم، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن که دیگه کار تمامه. ببینید، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، بالاخص اینستاگرام، من بیش از یک سال پیش مؤکداً به همه دوستانم این توصیه رو کردم که از کانال اینستاگرام صرفاً و به صورت انحصاری برای برند اورنس یا برای پروموشن محصولات خودشون تأکید میکنن، به صورت انحصاری
استفاده نکنن، چون اینستاگرام در ایران فیلتر خواهد شد. و خیلی هم باورشون این بود که من احتمالاً دارم حرفا اشتباهی میزنم، یعنی معتقد نبودن که اینستاگرام فیلتر میشه، باور نمیکردن اینستاگرام فیلتر بشه. اما امروز شما میبینید که هم اینستاگرام به علاوه اون واتساپ فیلتر شد. بنابراین مهمترین مسئله پیام جان پذیرش عدم قطعیت در کسب و کاره. این کلمه کلیدیه الان میگم، پذیرش عدم قطعیت. ما در کسب و کار هیچ قطعیتی نداریم، قرار نیست که یه چیزی الالعبد باشه یا یه چیزی یه اپلیکیشنی اصلا نباشه. این دنیای عدم قطعیت. و یه اتفاق افتاد، اینستاگرام ناباورانه فیلتر شد و حدود شاید 10 میلیون نفر، آمار بیشتری هست، حدود 15 میلیون نفر در فضای کسب و کار آنلاین بالاخص اینستاگرام مشغولن. بنابراین ما باید الان بپذیریم که دیگر اینستاگرام در ایران نخواهیم داشت، نه الان نه بعد نه هیچ وقت. ببخشید من یه دقیقه با اجازه صحبتتون رو قطع بکنم، یه نکته ای رو میخوام شفاف کنم برای خودم و یعنی دیدگاه خودم رو بگم، البته شما دیدگاه شما نیستش. اینکه ما میگیم آقا ما اینجا دفاع نمی کنیم از تصمیم ها، و یا مثلا میگیم خوب شد فیلتر شد، چون بعضیا میگن نه همون بهتر و فلان، این نگرش من نیستش. ما میگیم خیلی اتفاق بدیه، اما یه قسمتی از زندگیه به هر صورت. پذیرش یعنی فرق بین پذیرش و تسلیمه. بسیار از آدم ها فکر میکنن پذیرش یعنی همون تسلیم، در صورتی که پذیرش یعنی من بپذیرم چیزها رو آنطور که هستند و حالا اگه لازمه باید اقداماتی انجام بدم. تسلیم یعنی بگم هیچ کاری نمیشه، که همینجور وایستم جلوش. ولی خیلی از اون متاسفانه پذیرش نداریم، یعنی نمیخوایم قبول بکنیم این اتفاقو. امیدوارم دوستان این رو متوجه بشن، ما اینجا به معنی تایید کار نیست بگیم بپذیرید که اینستاگرام مسدود شده، به این معنی نیستش که بگیم آفرین که اینستاگرام مسدود شده. معلومه دیگه، به عنوان هر دومون، به عنوان کسی که چندین مجموعه داریم، چند صد نفر دارن از مجموعه ما حقوق دریافت میکنن، میدونیم دلمون پره. حالا قرار نیست ما اینجا ناله کنیم برای بقیه، اما من فکر می‌کنم اینو دوستان فقط شفاف بدونن. ما فقط هدفمون اینه که الان آسیب کمتری ببینیم، حداقل از بعد اقتصادی، کاری که از دستمون برمیاد. عذر می‌خوام صحبتتون رو قطع کردم. ببخشید. من در تایید صحبت‌های تو، عرض من این نیست که وای دلمون خنک شد مثلا ما اینقدر فالوور داشتیم فلانی 5 میلیون فالوور داره، 2 میلیون داره، خوب شد دیگه الان اونم فالوور نداره عین ما. نه، موضوع این نیست. موضوع دقیقا صحبت شماست. ما از شرایط محدود کردن و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی ناراضی هستیم. کی راضیه؟ ما میگیم آقا ما الان پذیرفتیم که شبکه اجتماعی تعمدن هم میگم اینستاگرام، چون خیلی ها رو بستر اینستاگرام بودن، حتی خود بیزینس کوچ ها، خود حضرت عالی، خیلی از کارآفرینا، بیزینس کوچ ها، کسایی که تو فضای آموزش بودن رو بستر اینستاگرام بودن و خیلی هم مطمئن بودن که محال اینستاگرام در اینا فیلتر بشه، به دلایلی که مگه میشه این همه آدم بیکار بشن؟ خب امروز شما میبینی شده دیگه. بنابراین من میگم من میپذیرم. من قبل از محدود شدن اینستاگرامم با تیممون بهبود سایتمون رو شروع کردیم، قبل از بسته شدن اینستاگرام، و کیفیت سایت رو خیلی بردیم بالا، به این دلیل که مطمئن بودم که اینستاگرام فیلتر خواهد شد. حالا بگذاریم از این موضوع، امروز ببینیم چه کار کنیم. یعنی که امروز شبکه اجتماعی اینستاگرام نداریم، واتساپ نداریم، خب تلگرام که از قبل فیلتر بوده، حالا چی کار باید بکنیم؟ برای کسب و کارهای کوچیک مؤکدن اونایی که خیلی انرژی گذاشتن. پیام جان یه چیز دیگه الان بگم، من اینو دیروز تو یک آفیش که دوستان داشتم و یه جایی برنامه‌ای بود، من ضبط برنامه داشتم اونجا، همینو گفتم اینجا میگم.
مطمئن باشن همه که محدود شدن شبکه‌های اجتماعی به کسب و کارشون ضربه جدی میزنه و زده و خواهد زد. ببین من میگم هم زده، هم الان داره میزنه، هم خواهد زد. یعنی این که من فکر کنم آقا الان میرم درستش میکنم، بر میگردم به شرایط قبل از محدودیت، از نظر من تقریبا ممکن نیست، تقریبا. اما اینم نیست که من دیگه ناامیدم، راه جدیدی برای بهبود کسب و کارم پیدا نمیکنم. ببینید این عدم ظرفیت برای همه وجود داره، برای من وجود داره، برای تو که تو حوزه آموزش هستی، اصلا بیزینست اینه، درآمدت از اینه، برای تو هم وجود داره. یعنی تو هم خیلی ضرر کردی، تو هم خیلی محدود شدی، و بقیه دوستان. من الان میخوام راهکار بدم. اولیش اینه که ما دنیای عدم قطعیت رو بپذیریم و بپذیریم اینستاگرام فیلتر شد. این خیلی مهمه، این خیلی به ما کمک میکنه. روانشناسا وقتی کسی که بزرگترش و پدرش و مثل من که پدرم رو از دست دادم، خدا رحمتش رو کنه، من 2 سال پیش پدرم رو از دست دادم، بزرگترین کوش زندگی من بود. همین الان هم که بهت گفتم حالم بد شد. من اما پذیرفتم که پدرم رو از دست دادم، میدونی؟ اما این معنیش این نیست که من برای او گریه نمی کنم، معنیش این نیست که دلتنگش نمیشم. من هر شب با پدرم حرف میزنم، هر شب میگم بابا من این کارا رو کردم، امیدوارم تو عمل راضی باشی، و ازش کمک میگیرم، میدونی؟ اما فرض کن من نمیپذیرفتم که پدرم رو از دست دادم. دقت کردی بعضیا بعد از دست دادن سوک نمی کنن. اینها در حوزه روانشناسی میگن اینا هنوز سوک نکردن، هنوز گریه نکردن، هنوز نپذیرفتن، این ناباورن، و در این ناباوری زجر میکشن، میگن نه قبول نمی کنم من پدرم رو از دست دادم. دیگه یادت باشه پیام جان، کسب و کاره از پدره که مهمتر نیست، از مادر آدم که مهمتر نیست. نمیگم مهم نیست ها، اما دیگه از پدر آدم مهمتر نیست. بنابراین من بپذیرم که الان برای اقتصاد، برای وضعیت اجتماعی یه تحولاتی به وجود اومده، حالا من خودم با شرایط امروز تطبیق بدم، چی کار کنم؟ اولش اینه که من بپذیرم که اینستاگرام، واتساپ، فیلتر تمام. یا اینطور متوجه شدیم، درس اول اینه آقا ناراضییم که فیلتر شده، بله. ممکنه بخوایم مطالبه گری کنیم، اون فعالیت های اجتماعیمونه به این بحث ربط نداره، بله. اما اینکه من بشینم با همکارا بگم آه ایشالله باز میشه، نه درست میشه، این یعنی دارم خودم رو گول میزنم، نپذیرفتم که شرایط تغییر کرده. احسنت. خیلی خوب. باور کن بخش زیادی از حل شدن مشکلات به این برمیگرده، تغییر نگرشم. جان بودن یه عبارت فوق‌العاده داره، میگه لازمه برنده شدن استعداده، اما تکرار اون یه شخصیت. اگر من بحران رو بتونم از دست، بحران رو مدیریت کنم، احتیاج به یه شخصیت دارم. یه دفعه این ممکنه بگم از پی یه حادثه است، شانس آوردم، من یه بحرانی عبور کردم. اما برای یه کارآفرین که همیشه دچار بحرانه، باید به شخصیت حل بحران برسه پیام جان. اینم باید به خودمون اضافه کنیم.
موضوع دومه، یعنی من یاد بگیرم شخصیتم پسیو نباشه، منفعل نباشم. آقا ممکنه یه بحران بزرگترم بیاد، ممکنه شبیه دوران کرونا که لزومن هم ربطی به دولت ها نداشت، حالا حداقل تا یه برهیش، اینکه خب تغییر شرایط عوض شد و یه عده نمیخواستن تغییر کنن، به زور رفتن سمت تکنولوژی و اینستاگرام و فضای مجازی. دقیقا و براشون هم خوب شد. بله، کسب و کارهای آنلاین اومد، مدارس آنلاین شدن، آموزش و اصلا پلتفرم‌های آنلاین چقدر اومد و اینا کمک کرد. یعنی در اجبار اونا رفتن جلو، اتفاقا هم دیدم بعدم نشد، خوب شد، اتفاق بعدی هم نیفتاد، دوباره خود فضا بهبود پیدا کرد، برگشتن آفلاین. چون من کسب و کار آفلاین کردم، چند تا موضوع بگم خیلی برای بچه های آنلاین خوبه. موضوع بعدیش اینه که جلسات مستمر روزانه کوچیک بذارم با تیمم، روزانه، تأکید میکنم روزانه. دیگه تو این فضا جلسات هفتگی و ماهانه خوبه اما کارساز نیست. من در شرایط فعلی بحرانهای کوچولو 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 دارم، هر کدومشو باید وا کنم، این گره ها رو وا کنم. احتیاج دارم به جلسات روزانه با تیمم و بازخورد بگیرم. جلسات روزانه مستمر، کوتاه و مصرانه. مستمر، کوتاه و مصرانه، یعنی مصر باشم برای جلسه، چون دوباره انفعال میاد سراغمون. فضای اجتماعی تب داره، فضای اجتماعی غیر محتمل هست، فضای اجتماعی دارای ابهامه و این ابهام منو دچار دپرشن میکنه. من خودم هم همینطوری بودم و پیروز که میخواستیم با هم صحبت کنیم گفتم حالم بده، به پیام دادم بودم حالم خوب نیست، انرژیم کلن 3% بود، حال راه رفتن نداشتم. گفتم الان من نمیتونم ارائه خوبی داشته باشم، بذار برم یه موقعی که حالم بهتره. و این حال بد سراغ همه ما میاد، حتی تو که خودت توی این حوزه مدرس جدی هست میاد سراغت، اصلا نمیتونی اگه نیاد سراغت آدم عادی نیستی احتمالا، یعنی سراغ همه میاد، اما باید کوتاه باشه. پس من جلسات مصرانه میذارم، کوتاه میزنم و مستمر و تون تون فیدبک میگیرم از تصمیماتم. اجازه بدین من راجع به جلسات یه تجربه شخصی بگم، اجازه هستش من این مطلب رو اضافه کنم؟ ممنونم ازتون. خیلی وقتا من دیدم مدیرا میان تو جلسه و شروع میکنن قرهایی که دارن رو میزنن، مثلا اینستاگرام هم که بسته، این فیلتر شکن هم که بسته شد، اینم که فلانه، مردم هم که فلانه، یعنی میان تمام حس بدی که خودشون دارن رو تو جلسه و یادشون میره که آقای مدیرعامل، آقای مدیر اون مجموعه، لیدر اون مجموعه، تو جایی هستی که بقیه باید بهش تکیه کنن، حالا برو تو تنهایی خودت زار زار گریه کن. ولی توی جلسه یه پرانتز وسط حرفت باز کنم، یاد یه عبارتی افتادم، اگه بزرگی قدرتت رو در جلسات برای وزن برداری نگهدار و برای دو استقامت. رهبری احتیاج به مسئولیت پذیری داره، یعنی اینجا تو بیای تو جلسه هی قدرت نمایی بکنی کمکی به تیم نمی کنی. من فلان میکنم یا غر بزنی. و یه نکته دیگه، حتما تیما کوچیک میشن، یعنی اینم بپذیریم که در شرایط فعلی باید تیممون رو کوچیکتر کنیم. مفهومش این نیست که بعدن دوباره جذب نمی کنیم، امروز به تیم کوچیکتری احتیاج داریم و ناخودآگاه یه سری رو باید باهاشون خداحافظی کنیم.
اینم موضوع بسیار مهمیه برای شرایط فعلی و یک کلیده. یعنی این کلید دم دستتون باشه، تیمتون رو باید کوچیک کنید، چون شما در مهمترین مسئله احتیاج به کاهش هزینه ها دارید. تو شرایط بحران باید یک نفر بتونه کار دو یا سه نفر رو بکنه. خود مدیر عامل هم همینطور، خود رهبر و فرمانده هم همینطور. بعدی کلید کاهش هزینه ها، یعنی ما بیایم تو تیممون هزینه ها رو کاهش بدیم. هزینه هایی که قبلا داشتیم و فکر میکردیم نرماله، الان دیگه نرمال نیست. از هر چیز کوچیکی که فکرشو بکنی. یه مثال بزنم، من برای خودم اتفاق افتاد. ما تو سرویس بهداشتیمون یه چکلیست داریم که مسئول اجرایی میاد هر روز یه برگه میذاره، تاریخ میزنه، تیک میزنه. ما تو این جلسات کوچیک مستمرمون برای کاهش هزینه ها به این نتیجه رسیدیم که چیا رو کاهش بده. هر کسی یه ایده ای داره. حتی مثلا شاید باور نکنی، مثلا تعداد زمانهای دم کردن چای ما کاهش بده. ببین چقدر چیز ساده ایه. تعداد استفاده از دفعات استفاده از قند کاهش بده. من دارم چیزای جزئی رو میگم. اومدیم تو سرویس بهداشتی گفتیم چی کار کنیم، به یه ایده رسیدیم. حالا هم این ایده رو استفاده میکنن ها، اما ایده این بود، من به ذهنم نرسیده بود، ما تو تیممون استفاده نمیکردیم قبل از این. این کاغذه رو پرس کردیم، پرس براق نموت، و بعد با ماژیک تیک میزنیم، الان فردا دوباره پاک میکنیم، همین رو دوباره استفاده میکنیم. من حساب کردم که ماهی 30 تا برگ آچار میشه، سالی 12 تا 30 تا 360 تا برگ میشه. خب 360 تا برگ خیلی زیاده و به طبیعت هم کمک میکنیم، خب هزینه هامون هم مدیریت میشه. بعضی ممکنه بخندن بگن دکتر چی میگی 360 تا برگ آچار چیه مگه، چقدر پولش میشه؟ زیر یه بسته کاغذه. من میگم تو از همین جاها شروع کن، همین جاها، هر چی اگه میتونی لامپ دفتر تو تعدادشو کم کنی بکن. اینا بهت امیدای کوچولو کوچولو میده. ما الان پیام جان به امیدهای بزرگم احتیاج نداریم. این نظر منه. ما به تشویقای کوچولو احتیاج داریم، چیزهای کوچیکی که یه ذره حالمون رو تو کسب و کارمون بهتر کنه. همین که ببینیم تا آخر ما 5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 1 میلیون تومان، 150,000 تومان هزینه هامونو کم کردیم، حالمونو خوب میکنه، به ما کمک میکنه. پس در گامای بعدی هزینه هامونم کاهش بده، هر چیزی میتونه باشه. و همون صحبت بی نظیر تو، اجازه بدیم همه نظر بدن. از نظرهایی که در گام اول فکر میکنیم احمقانه است پرهیز نکنیم. یعنی اجازه بدیم این نظرات احمقانه که از نظر ماست، من مدیر عامل فکر می‌کنم این نظر خیلی احمقانه است، اما به آدما نگیم این نظرت خوب نیست، چون این باعث میشه که اون طوفان فکریه به وجود نیاد. چون حالمون هم بده، الان آماده این با یکی دعوا کنه و این باعث میشه که تیم روحیه‌شو ببازه. این نظرات قطعاً توش میشه به راهکارهای خوب رسید، راهکارهای خیلی خوب. بله، بعدی اینی که تو به عنوان فرمانده سه تا کلمه رو باید یادت نره. اولیش دغدغه است، یعنی دغدغه تیم تو داشته باشی. دومی کمک به تیمت. سوم اونا به تو اعتماد کنن. دغدغه، کمک،
و اعتماد. اینا خیلی کمک میکنه به ما. میکروسکوپمون رو تو شرایط فعلی باید دم دستمون داشته باشیم، هی جزئیات رو ببینیم، جزئیات، یعنی اونایی که رو سایتمون بهبود دادیم، چون الان بهترین راه بهبود سایته برای کسایی که کار آنلاین میکنن. هم سئو سایت باید بهبود پیدا کنه، هم ظاهر سایت عین ظاهر فروشگاهه. هر فروشگاهی که تو رفتی ظاهرش قشنگ نبود توش خرید نمی کنی. بنابراین من برای اینکه کانورژن ریت بره بالا، یعنی آدم ها رو نگر دارم روی سایتم، احتیاج به این دارم که سایتم قشنگ باشه. من امروز به یکی از بچه ها گفتم مثلا سایت مثلا اداره برق استان کرمانشاه، این سایت سایت فروش نیست، مثال میزنم، گفتم این سایت فروش نیست، قشنگ نیست، شبیه فروشگاه قشنگ نیست. من ساده، من آفلاینی میگم، حرفای حرفه‌ای رو بلدم، نمیخوام اونا رو بگم. آقا اگه تو یه سایتی داری که زیبا نیست بدون نمیفروشه، اگه یه سایتی داری که دم دست آدما مهمترین چیزا رو نذاشتی بدون، باز کم میفروشه. مثل فروشگاه هایپره، یه جایی پروموشن میکنن مثلا روغن تخفیف داره، اونا رو میارن جلو چشم. شما وقتی یه سایت داری چیزایی که فکر میکنی آدم ها زودتر میخرن و باید بیاری الان جلو چشم. یه کلید دیگه بدم، خیلی از رفقامو دیدم الان سایتشون قسمت پاسخگویی برخط نداره، اونا حتما باید الان درست کنن، چون قبلا وصل به واتساپ و اینا بود یا زیلینک و اینا داشتن، همه خیلی ها زیلینک داشتن، ما هم داشتیم، اما الان زیلینک کار نمیکنه چون متصل به واتساپ و اینها هست، کار نمیکنه چون این فیلترینگ ممکنه آسیب هم بزنه. یعنی منی که ادمین پیجم نتونم از موبایلم استفاده کنم، وی پی ان هم کار نکنه. بنابراین همه انرژیمو میذارم برای تصمیماتی که به وی پی ان مربوط نمیشه، یادت باشه، در شرایط نرمال. حالا اگه وی پی ان هم کار کرد و تونستم در واقع متصل بشم چه بهتر. یه دونه از پلتفرمایی مثل گفتینو اینا زیاده، آیگپ و اینا، از اینا استفاده میکنم. به محض اینکه مخاطب روی سایت من یه پیغام گذاشت، روی موبایل من، حالا یا روی واتساپ هم یا بهتر که روی تلگرام، روی تلگرام هم یه پیام میاد برای کسی که جواب میده، برای اینکه زود جواب بدم. پس کلید کلمه مهم چیه؟ زود پاسخ دادن. الان دیگه مثل قبل نیست، من باید خیلی زود به مخاطبم جواب بدم، میفروشم نمیفروشم، این خدمت رو بهت انجام میدم، برات انجام میدم یا انجام نمیدم، این خدمت رو دارم یا ندارم. سریع اجایل بودن راز ماندگاری در شرایط بحرانی. من باید اجایل باشم، سریع پاسخ بدم، این خیلی مهمه. مسئله بعدی، مأموریت همه شرکت هایی که در ایران هستن و دچار بحرانن امروز اینه. یعنی اگه به من بگن روحانی مأموریت شرکت چیه، من دیگه اون قبلیه رو نمیگم. میدونی چی میگم؟ فکر میکنی چی میگم؟ بگن میشن شرکتت چیه امروز، من یک کلمه میگم: در کنار هم بودن. این میشن من، در کنار هم بودن، این خیلی مهمه. اگر بقیه ببینن پیام عین بقیه تیمش داره میدوه و در کنار اوناست، راه و مسیر تاب‌آوری رو زیاد میکنه. کلید تاب‌آوری در کنار هم بودنه.
برگردم به سایت، همه انرژیتون رو تو کسب و کارتون، اونایی که آنلاینی، اونایی که آنلاین نیستین و سایتتون فقط گزارش میده و اطلاعات اولیه میده، هیچ، اونا رو میتونید تلفناتون رو بولتر کنید، تلفن‌ها پاسخگویی به تلفن‌ها سریع باشه، آدمی که پاسخ میده مؤدب باشه، آدم بهتری رو بذارید، اگر اون آدم است بهبودش بدیم، بهش توضیح بدین که شرایط بحرانیه، آدما عصبانین، آدما الان حالشون بده، برافروختن، باید ظرفیتتو ببری بالا. پس وظیفه رهبر اینی که هر روز تذکر بده به همه که ظرفشون هم بزرگ کنن، خود رهبر هم ظرفشو بزرگ کن. امروز تلفن خیلی خوب کار میکنه، آدم ها زنگ میزنن. من سئومو برای بهبود دادم، سئو سایتمو، سایتمو آدم ها بهتر میبینن، عالیه. اما اگه دیدن لیدو گرفتی، یعنی اینکه ترافیک بالا شد، یعنی که آدما زیاد زنگ میزنن، اما کانورت نشد، یعنی ترافیک زیاد، اجازه بدید ساده بگم اینجا رو، یعنی آدما اومدن تو فروشگاه تو، آدم داره زیاد میاد اما کسی دست پر بیرون نمیره، تو تیمت یه اشکالی داره رفیق. ترافیک بالا لزوما مفهومش بهبود کسب و کار تو نیست، باید تو بتونی ترافیک رو تبدیل به فروش بکنی و از مشتری های راضی که ازت میخرن تقدیر کنی و تشکر کنی و میتونی شخصا هم زنگم بزنی، حتی اگه تیم یه ذره بزرگتره اشکال نداره، هفته یه روز رو میذاری برای زنگ زدن. یه مسئله دیگه، از آدما میخوای، یعنی از مشتریات، اگر از خدمت یا محصول تو راضیان، تو رو به دیگران معرفی کنن، درخواست میکنی. پس اینجا تیمت به چه کلمه کلیدی احتیاج داره؟ تواضع. تواضع، تواضع. برگردم به سایت، چون سایت امروز خیلی کمک میکنه. اگر تو سایتم تلفنم شما خانشش کوچیک ریزه، بزرگ کنم، آدرسمو بزرگ کنم، فونتشو عرض میکنم، اینا رو آدما سریع ببینن. هر روز یه چیز رو تو سایتم بهتر کنم، رپورتاج آگهی خیلی کمک میکنه، اگر میتونم از رپورتاج آگهی استفاده کنم، اگر میتونم به آدما مقاله‌ای توی سایتم هر هفته، اگر نمیتونم 15 روز یه دفعه بذارم، تاپ آف مایند مشتری میشم، کمک کنم، بگم من یه سری راه حل رایگان دارم، اینه اگر شما میخوایی این کارو بکنی، این محصولو بخری، این خدمتو بگیری، حواست به اینم باشه. یه چیز دیگه، در شرایط بحران سودها کاهش پیدا میکنه، این طبیعیه، لطفاً بچه‌ها نگران نباشن. اینم از اون زاویه‌ای که میگم منفعل نباشید، یعنی که بدونی سود دیگه مثل قبل نیست، نه برای تو، برای همه. اگه داری دلار میفروشی و طلا جمع میکنی و سکه میخری و اینا، آره حالت خوبه، دلال من هنوزم نخریدم و بهت بگم، یادت یه دفعه بهت گفتم من دلار نمیخرم، من نخریدم حتی یه دلار، دلاری که بخرم برای سودا، بله، وگرنه استفاده که به حال، آره برای سود، یعنی بخرم که سود کنه، بخرم که سود کنه. نه، لطفاً صاحبین کسب و کار، کارآفرینا، اگه تو صاحب یک کسب و کار کوچیکم هستی، انبار نکن، نذار آدما ببینن تو داری انبار میکنی. حالا مثلا رب روغن، نمیدونم گوشت، چون وقتی ما هم میترسیم، برگردم به هرم مازلو، چون امنیت تو یکیش هست، ما سریع چیکار میکنیم؟ میریم تو گارد دفاعی. مثلا اگه
سه ماه یه دفعه یک کیسه برنج میخریدیم، میریم سه تا میخریم. این باعث ایجاد تورم میشه، باعث ایجاد کاهش این میشه که توی سوپرمارکت ها، توی عمده فروش ها یه سری اجناس کم میشه، چون من سه تا میخرم اون سه تا میخره، خب آدما زیادن، یه دفعه درخواست زیاد میشه. اگر در خرده فروشی هستی، تو صنعت ریتیل هستی و مخصوصا FMCG، یه چیزایی رو سعی کن تو این روزا برای آدما تخفیفش رو بیشتر کن. این تو مأموریت در کنار هم بودنه. کسب و کارت کوچیکه اشکال نداره، اگر تو این حوزه است به آدما کمک کن و دیگران هم بخواه که بهت کمک کنن. اگر مدیر عاملی، حتی یه سازمان 5 نفره، 7 نفره یا 10 نفره، برو با بقیه رفقا، شرکا و رقبا، بازار متشکل از کیه؟ کامپانی، کامپیتیتر و کانسیومر، یعنی سه تا سی، ما، رقبا، مشتری. درسته؟ آقا من هم به مشتریان بیشتر سر بزنم، هم ما خودمون، هم حواسم به خودمون باشه که من توضیح دادم قبلش دیگه بر نمیگردم، هم رقبا، برم پیش رقبا بگم شما دارید چی کار میکنید الان، اوضاع چجوریه، اگه چیز ایده جدیدی دارین به منم یاد بدین، اگر میتونیم هم خلقی کنیم با هم بکنیم، چه اشکال داره هم خلقی. مثلا ما مارکت فرش داریم، میریم به یه مبلی میگیم آقا ما یه تخفیفی به مشتری های تو میدیم، تو هم یه تخفیف به مشتری ما اضافه بده. این باعث میشه مشتریات زیاد بشه. به سازمان ها، نهادها، بعضی اصلا کار سازمانی نمی کردن تا قبل از این، سراغ اونا هم بریم، سازمان های کوچیک، واوچر بزنید الان، یعنی کد تخفیف بزنید، با منابع انسانی سازمانه کوچیک ارتباط بگیرین، بهشون بدین. لزومی نداره قرارداد بمندین حتما، چون شاید سازمان تو کوچیک باشه باید قرارداد نبندن، اما برو کد تخفیفاتو به سازمان ها بده. لزومی هم نداره این خیلی گرون باشه، من راه های گرون نمیگم، واوچر ساده رو کاغذ آچار، اگه تونستی رنگی، نتونستی سیاه و سفید، خوشگل بزن توی پاکت ملخی ببر بده، 50 تا 50 تا، 30 تا 30 تا. به من دارم کسب و کارهای کوچیکو میگم، بزرگا اونا این کارا رو میکنن. یه چیز دیگه، اگه من توی حوزه‌ای تو صنعت کار خودم کوچیکم، برم به بزرگترا ازشون بخوام که از بیزینس منم حمایت کنم. الان کسب و کارهای بزرگ این کارو میکنن، الان میکنن، و ناامید نشم، شاید دهتای اول منو با اردنگی از دفترشون بیرون کردن، آماده اردنگی بازار باشم. یه بار دیگه حرفو میزنم، من دقیقا هم این کلمه استفاده میکنم، چون ممکنه بری تو بازار آدم ها حالشون بده و روی تو بالا بیارن، یعنی هرچی از دهنشون در میاد بهت بگن. ناامید نشو، برو، بالاخره یک دری برای انسان امیدوار باز میشه و اون در به تو امید میده که در بعدی رو بزنی. اصلا و اساسا ارزش رهبری در مثبت نگریه. اگه تو رهبر تیمتی، اگه تیمت هم 3 نفره، تو شهامت داشته باش. یه رهبر باید شجاع باشه. رهبر ترسو رو هیچ کس دوست نداره. برای کسب و کارش شجاعت به خرج بده و شهامت به خرج بده. من حرفای انگیزشی نمیزنم، اینا وظیفه ذاتی رهبره. یادت نره لغات 10% کار میکنن. اینکه برید فلان کنید، قوی باشید، بجنگید، اینا 10% کار میکنن.
90% تصمیمات غیر کلامی توه که تو رو در کنار آدم ها قرار میده، تو رو در کنار آدم ها قرار میده. یادت نره با توسری زدن نمیشه با آدم ها رهبری کرد، این تجاوزه. تو نمیتونی الان به آدم های تیمت توسری بزنی، با توسری نمیشه با آدم ها کمک کنی. تو فرمانده خوبی نیستی اگه این کارو بکنی، باید قوی باشی و در کنار تیمت باشی تا بیزنست رشد کنه. اینم کلمه کلیدیه. آدم ها یه چیزایی از ما میبینن تو کسب و کارمون، یه چیزایی هم از ما میدونن پیام جان، جمعش میشه اون چی که از ما احساس میکنه. بعد از این شاگردا که یه خوردم شیطون بودن، برای اینکه بقیه از غذا تا آخر استفاده نکنن، مثلا کباب اگه بود یه زبون بهش میزدن و راه برای بقیه میبستن که خودشون اون کبابه رو مثلا تا انتهاشو بخورن. حالا ممکنه این وقتی الان داریم بهش فکر میکنیم خنده‌دار باشه، اما باور کن الان بعضی دارن به این کباب مردم یه زبون میزنن. یه زبون میزنن بقیه استفاده نکنن. این خیلی بده، غیر منصفانه. مثال میزنید منظورتون چی هست؟ مثال بزنم. مثلا شرایط الان یه طوری شده، شاید از بازار یه ذره غیر منصفانه است الان، برای همه برابر نیست. الان کوچیکترا بیشتر آسیب می‌بینن، چون ببین یه زمانی بستر اینستاگرام باز بود، خب کوچیکترا هم یه تکونی به خودشون میدادن و پلتفرمایی بود که کسب و کار شما رو تبلیغ میکرد، شما یه پولی میدادی به اون آقا، شما رو پروموت میکرد و از این دست. دقیقاً الان اینجوری نیست. بعضیا میگن چقدر خوبه. ببین زمان جنگ پیام، ما تو منزلمون چرخ خیاطی بود و اینا کمک میکردیم به پشت جبهه و جنگ و اینا، پدرم خیلی کمک میکرد، پدرم عموم اینا خیلی کمک میکرد، مادرم کمک میکردن مثلا برای افرادی که توی جنگ میرفتن و در جنگ شرکت میکردن، حالا بسیجی بودن یا نه خودشون میرفتن یا آدم های عادی. ببین جنگ و فقط پیاده نظام دولت جلو نبرد که، مثلا نیروهای عادی هم خیلی کمک کردن. مردم تو زمان جنگ خیلی کمک کردن. تو متولد چه سالی هستی؟ 71. آه تو اصلا جنگ رو یادت نمیاد؟ نه نبودم. ببین من جنگ رو یادم میاد. من تو خیابون ایران و اینا بودیم، تو محل ما هر روز یه شهید می آوردن. مثلا تو خیابان 17 شهریور هر روز سال 65 64 من یادم میاد. پیام من پشت آمبولانس رفتم مثلا بهشت زهرا قسمت شهدا، من از نزدیک شسته شدن بدن یک شهید رو دیدم. یا مثلا تو فامیل خودمون تیر خورد توی پیشونی حسین غلامی و حسین تیر از اینجا رفت تو و از اونجا اینقدر اومد بیرون و من اینو دیدم. ببین بچه‌هایی که همسن منن جنگ رو درک کردن. جنگ اینجوری نبود که آدما، همه آدما دنبال کسب و کار خودشون باشن. همه آدما انرژی میذاشتن، بخش زیادی از جامعه انرژی میذاشتن که رزمندا برن بجنگن و از کشور رو، از چیان این کشور و از خاک ایران دفاع کنیم. من این صحنه رو از نزدیک لمس کردم، از نزدیک. تو اصلا به دنیا نیومده بودی. ما یه تانکای کوچولو پلاستیکی بود میدادیم، تقسیم میکردیم، بچه ها میبردن خونه هاشون. مثلا بابامون اگه به ما یه پول کوچولو میداد، ما نصفشون میخیم تو قلکه، قلکه ها جمع شه، شبیه نارنجک بود، شبیه تانک کوچولو بود، سبز تیره بود. حالا احتمالا
دیدی یا تصاویرشو. بله من اینا رو لمس کردم، من خودم انقدر از این نارنجک های کوچولو تو سکه انداختم بردم دادم، چی آدم ها رو کنار هم نگر می داشت، در کنار هم بودن. چرا بهت گفتم اگه امرو میشن بدم میگم در کنار هم بودن مأموریت شرکت منه. امروز دیگه اونا رو ول کن، امروز من میخوام کسب و کارم و تیمم و خانوادم و اونا که با من این بیزینس رو جلو بردن شروع کردیم، اونا به اونا کمک کنم. اصلا به اونایی میخوام کمک کنم که با منم بیزینسی ندارن. مگه الان من دارم با تو صحبت میکنم تو قراره به حساب من پولی بریزی؟ یا مثلا این باعث میشه که آدم ها بیان دوره منو بخرن، من دوره نمیفروشم. اما الان وظیفه‌م اینه که به کسب و کارا کمک کنم، چون اینا هم مردم منن. روزهای ایران به من کمک کردن که حالشون خیلی خوب بوده، برای حالش خوب نیست و من نمیتونم اجازه بدم، من نمیتونم خودم ببخشم که اگر این اتفاق بیفته. بنابراین منم باید کمک کنم، وظیفه منه. بنابراین خیلی بده از این آب گلالود ماهی بگیریم، خیلی بده. ببین بعضی ها الان دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن پیام جان، یعنی میگن چقدر خوبه ما الان این دوره رو بدیم به آدم ها، آدم ها الان گیرن میان دوره منو میخرن، آدم ها الان گیرن میان محصوله رو قایم کنیم، شرایط بازار خوب شد میفروشیم. این ناجوان مردانه تن کاری که میشه بکن، یادت نه. این که من کسب و کارم رو کمک کنم بهتر بشه مفهومش این نیست که اجازه بدم بقیه بین برن، نه، باید به بقیه هم کمک کنم، سودم کاهش پیدا میکنه. پس من کلمات کلیدی رو بهت گفتم، ببخشید من احساسی شدم، عذرخواهی میکنم. زنده باشین، ممنونم از شما. من کلمات کلیدی رو بهت گفتم، کلمات کلیدی اینه، یعنی همینایی که الان من گفتم باعث میشه که کسب و کارمون بهتر بشه، خیلی خیلی کسب و کارمون بهتر بشه و به لحاظ زمانی هم انرژی بذاریم برای کسب و کارمون. الان باید انرژی بیشتر بذاریم با آدما، با تیممون، بهت گفتم با مشتریان، ما و رقبا. اینو باعث میشه که ما بازار رو بهتر بفهمیم، ما بازار رو بهتر میفهمیم و رشد میکنیم، پخته میشیم. ببین این شلاقا که داره به اقتصاد خانوادهمون، به اقتصاد تیممون میخوره، درسته که درد آوره اما ما رو قوی تر میکنه، اما یه ورژن دیگه ای میسازه. ما کمک میکنیم به خودمون یه آدم قوی تر از خودمون نشون بدیم، خودمون رو به منصه ظهور میرسونیم. این تاب‌آوری رازش اینه پیام جان، رازش اینه که ما بهتر میشیم، واقعیت ماجرا اینه، یادت نره. و یه چیز دیگه هم میخواستم بگم و اون حرف اینه، اگر در این شرایط تو کمک کنی که بقیه کمک کنی، من نمیگم زندگی تو وقف این کار کنی، کمک کنی که آدم ها به اون چیزی که میخوان برسن، اونا تو رو به اون جایی که میخوای میبرن. مثل همون دامداره است، مثل همون کسی که آب تو شیرش میکرد و ما همه شنیدیم و آخر این آبا شد سیل و گوسفنداشو برد. ممکنه الان حالت خوب بشه، کیف کنی. آخه بعضی هم الان یه قنجی هم میزنن، میگن اه دیدی پیج 2 میلیونیش افتاد. این خیلی بده، این بیشرمانه است، این که ما از افول آدم ها لذت ببریم، این خیلی بده. ما باید خودمون رو بزرگ کنیم. من همیشه میگم رشد اینترناله، اکسترنال نیست. تو باید اول خودت کار کنی بعد رشد میکنی. خودتو بزرگ کن، دنبال کوچک شدن آدم ها نباش، از کوچک شدن آدم ها چیزی به تو نمیرسه. پس اینم یادمون نره. و
ارزش رهبری در ندانستنهای روزانه است. یاد بگیریم به ندانستنهای هر روزمون تعظیم کنیم. بحران یکی از اتفاقات خوب و عالیش اینه، باعث میشه که ما بفهمیم نمیدونیم. شاید خودت هم به این مسئله رسیدی الان که بحران شده، اه من اینو نمیدونستم، من هر روز با آدم ها دارم سلوشن میدم، من سلوشن پرووایدرم خودم، چطور اینو نمیدونستم؟ ارزش بحران همین ندونستن است. تو میفهمی که اه این دیگه الان تو بحران کار نمیکنه. همون لینکی که قبلا میگفتی بکش بالا، میری تو اون پیجه و میری تو اون سایته، دیگه الان کار نمیکنه. اتفاقا بذار آدما بفهمن که تو نمیدونی، این یه ارزشه. من همیشه میگم ندانستن در رهبری و در کسب و کار یه ارزش. من نمیدونم آقا، ما آدم همه چیز دان و همه چیز تمامی نیست. خیلی حرف دیگه میشه زد، اما دیگه ترجیح میدم صحبت نکنم. همه انرژیتون رو، اونایی که رو فضای آنلاینن، بذارن رو سایتشون. اجایل بودن، پاسخ خوب بودن و بهبود سایت، بهبود سایتشون قطعا جواب میگیرن. و آفلاین، از آفلاینی های خوب، از کسایی که تو کسب و کارهای فیزیکی هن، هر کسی یه ایده خوبی داره. ویتریناتون رو هر روز بهتر کنید، فروشگاهاتون تمیزتر باشه، چه آنلاینی چه آفلاینی. فروشگاه تمیز مفهومش اینه که اگه چیز اضافه توش داری بریز دور، بذار سایتت هم سبک باشه. اگه آفلاینی، مغازه رو الکی شلوغ نکن، چون آدم در مواقعی که میترسه دور خودش رو شلوغ میکنه، میگه بذار اینم باشه، بذار اونم باشه، بذار این، تو رو از کانسنتریشن و تمرکز خارج میکنه. من متمرکز شو روی چیزی که میتونه سود بهتری برای سازمانت بیشتر داشته باشه یا فروش بیشتری ایجاد میکنه، رون انرژی بذار. تمرکز تو شرایط فعلی خیلی بهت میتونه کمک کنه. بعضیا هستن پیام جان، همین الان تو بازار فقط یه نوع پیچ میفروشن، 40 ساله فقط دارن همین پیچه رو میفروشن، اما همه میدونن این آدم، این کاسب، این تاجر فقط پیچ میفروشه. این خیلی مهمه. بازار ابزار حسن آباد بزرگه، تو نمیتونی همه چی بفروشی، پیچ بفروشی، لولا بفروشی، ابزار بفروشی، مهره بفروشی. این تو دیگه تو اون سند آدم بزرگی نمیشی. باید محدود کنی خدماتاتو، حتی برای آنلاینیا، حتی برای آموزش دهنده ها، خدمت ها رو محدود کن، اما با کیفیت. این درصد موفقیت تو بالاتر میبره. بسیار عالی. مثل فروشگاهی نباش که میزنن همه چی 10,000 تومن. میدونی چی میگم؟ این یه روش کسب و کار هست و من ردشم نمی کنم، اما تو شرایط فعلی شاید روش کارآمدی نباشه. اگه صحبتی یا سوالی هست من جواب بدم. زنده باشین، مرسی. راهکارهای خیلی زیاد و متنوعی گفتین و فکر میکنم اگه هر کدوم از ما از این گفتگو دو تا نکتهشو برداریم، دو تاشو بنزه خودمون بریم پیاده سازی بکنیم، اجرا بکنیم، فرصت خیلی خوبی آیدمون میشه و احتمالا میتونیم انسان موثرتری بشیم که به دیگران هم کمک بکنیم. به تو به عنوان یه جوان ایرانی صریح، شفاف، درجه یک همیشه و به عنوان دوست خوب من افتخار میکنم و میبالم که با تو دوستم. امیدوارم که بقیه هم و همه کسایی که صدای منو میشنون از پیج تو، از سایت تو بتونن استفاده کنن و خودشونو رشد بدن و باورمون این باشه که در جهنم دور خودمون، بهشتی رو که برای خودمون میسازیم هیچ لذتی نخواهد داشت. این بهشت وقتی زیبا میشه که درب اصلیش رو باز کنی و همه بیان ازش استفاده کنن و هیچ وقت با اومدن آدم ها به بهشت تو، بهشت تو کوچیک‌تر نمیشه، زشت‌تر نمیشه، خرابتر نمیشه، آلوده نمیشه. بذار همه بیان و در کنار هم یه بهشت داشته باشیم، در کنار هم، نه اینکه فقط مال من باشه. این هیچ لذتی نداره.
برای بهترین ها رو از خدا میخوام. امیدوارم که خودت خانواده ارزشمندت شاد و سربلند باشید. برای همه مردم ایران سربلندی میخوام. من عاشق ایرانم، عاشق ایرانم، عاشق ایرانم و هیچ وقت دوست ندارم بدن من رو جای غیر از ایران دفن کنن. زنده باد، درود به شما. خیلی ممنون آقای دکتر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ممنون از محبتتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.